درود بر همگی هرچی ها هستم از کانال رپتور رسلین. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی جدید. خب همون جوری که میدونید و بر پیشبینی که میکنم تا یکی دو ساعت دیگه پریپریو تی ال سی قراره که برگزار بشه و ما امروز اومدیم که یه بررسی بکنیم و پیشبینی بکنیم که چه اتفاقاتی قراره که توی این پیپریو بیفته و بیام یک پیشبینی بکنیم. از تا آخر این ویدیو حتما همراه من باشید. خب دوستان، شما الان دارین یکی از ویدیوهای کانال رپتور رسلینگ رو میبینید. اگه اولین بار دارین ویدیوی ما رو میبینید یا هنوز اگه سابسکرایب نشدین حتما سابسکرایب بکنید. اگه دوست داشتین زنگوله کناریش هم بزنین که نوتیفیکیشن براتون ارسال بشه، من هر وقت ویدیو گذاشتم سریع پیامش برای شما بیاد و سریع برین ویدیوی ما رو ببینید. فقط قبل اینکه سابسکرایب بکنید حتما کامنت بزنین و لایک کنید، در سابسکرایب بکنید که یوتیوب شما رو به عنوان ربات بر نداره از سابسکرایب های من و کانال رو به دوستانتون هم حتما معرفی کنین، حتما حمایت کنین. خب الان من اینجا دارم مچ کارد رویداد TLC رو میدونم که مسابقات کمی هم داره کنن، نه کم که نمیشه گفت ولی خب مسابقات زیادی هم نداره، کلن 6 تا مسابقه است. 6 تا مسابقه است که خیلی بخوام روکش بگم یه سری مسابقات اصلا مهم نیست برای من و 3 تا مسابقه خیلی مهمن به نظر من. مسابقه رندی اورتون مقابل دفین، رومن رینز مقابل کوین اوونز و درو مکینتایر مقابل ای جی استایلز. بقیه واقعا بگم اونجور برای من مهم نیست، ولی من اگه بخوام پیش بینی بکنم مچ اول آره، ببینید مسابقه تک تیم زنان هست که خب تیم نایا جکس فکر کنم احتمالاً برنده خواهند بود و اون نفر نامشخص احتمال بسیار زیاد شارلت فیلره که احتمالا بازم تیم نایا برنده شه، ولی احتمال این هم هست که تیم آسکا یا آسوکا برنده بشه، چون شارلت که میدونید بیاد میگیره کمربنده، ماشاءالله کمربند بگیرش ملسه. مسابقه بعدی خب تیم کوفیه، من چه دارم میگم تیم کوفی، نیوده مقابل تجار آسیب به فارسیش این میشه که خب اونم احتمالا باز نیودهی برندن، احتمالا این پیشبینی منه و مسابقه ساشا بنکس مقابل کارمل لانگ فکر میکنم احتمال بسیار زیاد ساشا بنکس برنده خواهد بود. حالا میرسیم به مسابقه مهم، رندی اورتون مقابل دفین که خب احتمال 90% میتونم بهتون بگم متاسفم دفین برنده است. مسابقه بعدی مسابقه
رو مکینتایر مقابل ایجی استایلز که اینجا یکم به نظرم پیشبینی سخته، یعنی احتمال برد ایجی هست ولی کمه، ولی من باز بگم رو مکینتایر برنده، خودم دوستم که ایجی استایلز برنده بشه. مسابقه بعدی کوین اوونز مقابل رومن. ببینید اینجا چند حالت ممکن پیش بیاد، من تمام حالت ها رو میگم بهتون. احتمال داره که یا راکش، احتمال داره که یا گولدبرگ یا راچ یا حالا حریف رومه توی رستولمنیا یا حالا پیپرجوهای بعدی یه دخالتی بکن، خب دخالت رو داشته باشه، ولی من فکر نمی کنم کوین اوونز رو بخوام قهرمان کنم. من میگم احتمال 95% رومن برنده است. حالا چرا میگم که دفیند و رندی؟ متاسفانه ببینید به صورت کلی مچ کاردی رو داریم که خیلی قابل پیش میدیم و اینجوری نباید باشه. شما مسابقات چندین سال پیش رو نگاه کنید، مچ کارت هایی داشت که اصلا شما نمیتونستی پیش بینی بکنید و الان رندی و دفین کاملا معلومه که دفین برنده است و بین دورایی میفته داویده بیر میگه که خب من بخوام دفیند رو الان برنده کنم، یک شریشهی میشه که آره دفیند باید برنده باشه. از اون طرف میگه که اوکی ما نمیخوایم رندی رو برنده بکنیم، این ابهت دفیند میاد پایین. ببینید حالا من نمیگم رندی باید ببره، ولی به نظر من اینم اشتباهی که دفیند رو تو تمام مسابقات برنده بکنه که مثلا بگن که ابهتش از بین. متاسفانه این مشکلی که دویدویی داره نمیاد، کلن مسابقاتش رو به واقعیت نزدیک نمیاد. یعنی من جاش بودم میگم اوکی حالا دفیند به تمام ابهتی که داره به هر حال توی واقعیت هر کشگیری هر مبارزی چه توی یو اف سی هر دید بالاخره یه باخت داره. خب اون مقابل باخت مقابل گولدبرگش که اصلا هیچی. به نظر من فیلم هم بعد یه جایی ببازه، نظر منه که همش برد خیلی کلیشه میشه و این خب معلومه دفین برنده است که به نظر من یه مسابقه فوق العاده میتونه باشه، ولی خب بعدش اینه که قابل پیش بینیه و تمام مسابقات رو من گفتم بهتون که چه اتفاقاتی قراره، که پیشبینی من که چه اتفاقاتی میفته و میگم واسه سه تا مسابقه آخر خیلی هایپم و میگم مسابقات قشنگ میشه سه تا مسابقه آخر. ببینید این پیشبینی هایی بود که من اینجا حالا من دلم میخواد چه اتفاقاتی بیفته، خودم چی دوست دارم. سته آخر میگم از درو مکینتایر رو و ای جی، خب دوستان درو چی دوستان ای جی برنده بشه، کوین اوونز و رومن خیلی خیلی حق بشه، یعنی واقعا کوین اوونز جزو خوبای کمپانی و زیاد ازش استفاده نمی کنه. دفیند و رندی من واقعا دوست دارم، نظر خودم دوست دارم که رندی فکر نکنید اتفاق بیاد و امیدوارم که پریپرویو جذابی باشه و از الان به بعد دیگه این سری از درگیری ها شروع میشه برای رسلمنیا و هنوزم کمپانی به نظر من نمیدونه که حریف رومانو برای رسلمنیا کیو بازه، چون دیگه اساسا نرمالش اینه که از TLC دیگه باید آماده باشم واسه رسلمنیا و مچ‌کارد رو میچینن. رومن به رسلمنیا دو تا احتمال بیشتر نداره، حالا ممکنه که شخص سومی هم بیاد یا گولدبرگ یا دراکش. حالا من بعد یه ویدیو جدا میذارم که اصلا پیشبینی مچ‌کارد رسلمنیا، ولی الان بخوام بهتون فقط درباره این مچ بگم. ببینید اگه دراکش
حریف رومان بشه، به چه مسابقه خفنی احتمالش کمه که توی اسمک داون سر مردم کلا گذاشتن. من ندیدم اسمک داون و یه جوری اسکول کردم مردم رو، اصلا 5 دقیقه اومد درباره گذشته حرف زد. حالا ما گفتیم او این قراره که بیاد درگیری اینا استارت بخوره، ولی اینجوری نبود، فقط برای جذب ریتینگ بود و چقدر هم ریتینگ کسب کردن، افزایش بیننده داشتن. اگه دراک با رومن بیفته که احتمالش خیلی کمه، ببینید نمیتونه دراک برنده بشه، یعنی چون یه کشتیگیر فول تایم نیست دراک. از اون طرف احتمال برد رومن زیاده، جایی که یه اتفاقی بیفته و مسابقه مثلا ناتمام باشه، یا یعنی اینکه دراک برنده بشه کمربند رو واگذار کنه. در کل دراک نمیتونه کمربند رو نگه داره چون یه رفته توی هالیوود و اینا، نمیتونه بمونه، تش میخواد یه مچ بده، 2 هفته بیاد 4 تا پرومو برگزار بکنه. به خاطر همین میگم گولبرگ و رومن هم که اصلا به نظرم اصلا مسابقه نشه، ببین مثل چی میگه، مثل اسم مسابقه تیکر مقابل گولبرگ، این چه افتضاحی به بارو. گولبرگ یه اشتباهی که کرد، یارو نمیدونم 20 سال یا 12 سال نمیدونم 12 سال نبود، نیومد تو بهترین دوران که میتونست بیاد، نیومد توی سن اصلاح مفتر پیر اومده داره کشتی میده. الان حالا درست علاقه داره ولی بدنش نمیکشه. شما مسابقه آخرش رو ببین، جک همر به زور میزنه، خیلی به زور میزنه، اصلا چون سنش بالا رفته و نمیتونه بیشتر دو دقیقه مسابقه بده گلبه. ته مسابقه که توش گلبه باشه 4 تا اسپیره، 2 تا جک همه، با یه مسابقه تش میخواد 5 دقیقه طول باشه، آقا نه 7 دقیقه میخواد طول باشه، بیشتر از این نمیشه. میخواد همین انتظاری یه مسابقه جذابو نداره و اصلا گلبه نباید بیاد و فقط داره خودشو خراب میکنه. احتمال هم داره که مثلا یه شخص دیگه ای برای رومان در نظر بگیرم، این دستان نمیدیم و نمیدونیم که چه اتفاقی قرار بیفته. امیدوارم که مسابقات جذابی داشته باشیم برای TLC. یلاتون هم مبارک، الان میدونم که شب یلاست، حتی هنوز هم دارین جشن میدین شب یلا رو، من فکرم ساعت 2 اینو اپلود کنم. یلاتون مبارک باشه، کرونا رو جدی بگیرین، حتما چیز عجب غریبیه. مرسی از اینکه با ما بودین، حتما لایک کامنت بذارین و از این ویدیو اگه خوشتون اومد و از کانالمون خوشتون اومد حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله هم بزنید، نظرتون رو بنویسین و میخوام که پیشبینی بکنید، خودتون پیشبینی کنید که از نظر شما چه کسایی برنده هستن توی این زیر کامنت بنویسین. چنل اصلی من که نمیشه گفت، چنل اول من توی دیسکریپشن هست، یه نگاه بهش بندازید. تا ویدیو بعدی فعلا.